بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین، صلوات و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. گرچه اصل بحث امسال در رابطه با گریه است، مسئله مهمی که صریحاً کتاب خدا مطرح کرده در سوره مبارکه مائده که اهل دل، اهل حق، اهل خدا به خاطر معرفتشون و عرفانشون به حقایق اشی فراوانی دارن. یقینا اگر گریه کردن کار ارزشی نبود، در قرآن کریم مطرح نمی کرد. وجود مبارک امیرالمؤمنین که عالم به کل قرآنه، عالم به کل تأویل قرآنه، عالم به اشارات و لطائف و ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید قرآنه، فرماید خداوند بیان فیه الخیر، هر چه خوبی و ارزش بوده در این قرآن بیان کرد. خدا حضرت اهل گریه کردن بسیار سخت شبی نبود که در عبادت شبانش، در گریه شبانش زرار به معاویه گفت یتململ و تململ السلیم، مثل آدم ماری زیده به خودش میپیچه و گریه میکرد. و این جمله رو تو گریهش تکرار میکرد: آه من قلت زاد، خدایا کم دارم. ما هم که هیچی نمیتونیم بگیم، هیچ. اگه تو کم داری؟ نه، عوضش ما داریم، شما رو داریم، ما کم نداریم. گریه از امور ارزشیه.
مخالفت با گریه مخالفت با شما نیست، مخالفت با خداست، مخالفت با دیدگاه خداست، مخالفت با قرآن کریم. ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. دم یعنی عشق چشم، این لغت عربه. یه بابی هم در روایات داریم، باب بوکا، که من فکر میکنم قسمت اعظم روایات مربوط به گریه رو به زیباترین صورت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در این کتاب 30 جلدی جامع و احادیث شیعهشون عبردن. قرآن مجید قیمت گریه رو بیان نمی کنه، فقط گریه رو بیان می کنه، اما روایات قیمت گریه رو بیان می کنن. اما معلوم میشه این عشق در صورتی که وصل به دو نفر بشه، از پرارزشترین گوهرهای دریای خلقت. یکی گریه برای خدا، حالا یا این گریه از خوف من الله باشه، یا این گریه از شوق الالله باشه، چون همه گریه ها که گریه خوف نی، گریه عاشق گریه شوقه، گریه گناهکار گریه خوف، ترسیده از جریمه گناهش، اومده توبه کرده گریه میکنه، این گریه کل پرونده رو میشوره، خیلی کار از این گریه برمیاد. گریه هم گریه عشق، گریه شوق، مثل گریه شعیب که مرحوم ملا احمد نراقی نقل میکنه، انقدر گریه کرد چشمش لطمه دید، بیناییش از دست رفت، درخواستی هم نکرد ولی خداوند چشمشو نو کرد، دوباره گریه کرد کور شد، دوباره نو کرد، دوباره گریه کرد دوباره نو کرد، این بار سوم که چشم و نو کرد به شعیب فرمود ضمانت قطعی بهت میدم قیامت هیچ مشکلی نداشته باش. گفت خدایا خودت میدونی من نه کاری به قیامت دارم، نه به جهنم دارم، نه به بهشت دارم، عاشقم. این فراغ برداشته بشه دیگه گریه نمی کنه. این گریه وصله به او که بشه خودش میدونه چقدر میارزه. گریه دوم که اون گریه اول خاص انسان هاست، برای خدا نه ملائکه گریه میکنن، نه موجودات، نه آسمان و زمین، جام نداره گریه کنن، بلکه گریه کنن.
فقط انسانه که در عبادت، در سحر، در حال، در توبه از گناه گریه میکنه. فرض کنید یه زن زیبا چهره 20 سال بعد حجاب بوده، بی‌حجاب بوده، توجه نامحرما رو جلب کرده، مردم رو به گناه کشیده، جوونا رو به گناه کشیده، نه اینکه رابطه ای هم داشته باشه، و قیافش رو دیدن و رفتن و به گناه کشیده شدن. حالا این زن پشیمون میشه، شاید 2000 نفر رو به گناه کشیده. حالا به پروردگار میگه فهمیدم، یافتم که این حجاب یادگار مریم و خدیجه و زهرا و زینب بوده، من خیانت کردم. امام صادق میفرماد اگر این گناهکار گریش بگیره، اشکش هم بیرون نیاد، به موجم نرسد، فقط کره چشم از گریه خیس بشه، خدا میگه بنده من بخشیدم. روایت در وسائل و شیعه. خب این گریه ارزشه، ولی این گریه مخصوص به انسان هاست. حالا یا انسان عاشقی مثل شعیب، یا گناهکاری مثل یه مرد گناهکار، یه زن گناهکار. گریه دوم عمومیه. آسمان ها این گریه رو دارن، زمین این گریه رو داره، ماهیان دریا این گریه رو دارن، پرندگان هوا این گریه رو دارن، ملائکه این گریه رو دارن، اجنه این گریه رو دارن، بعضی از مردم هم این گریه رو دارن. و اون گریه بر ابی عبدالله تو این گریه ما شریک خیلی داریم. ما در این گریه با همه انبیا شریک، با همه ملائکه شریک، با همه جن شریکیم، با همه موجودات شریکیم. به نظر شما، البته این یه بحث بسیار ظریف فلسفی و عرفانی است که چقدر زیبا بود، من میتونستم این بحث رو که بزرگترین مغزهای شیعه وارد شدن مطرح میتونستم بکنم. بحث سر جای خودش شده و اثبات هم شده و دلائلش هم عبرده شده. حالا من کل اونا رو دارم سوال میکنم، به نظر شما این که کل موجودات عالم برای ابی عبدالله گریه میکنن، این دلیل بر این نیست که حقیقت نوری ابی عبدالله سریان در کل موجودات عالم داره؟ یعنی عظمت حسین به عظمت کل هستی
قصدیه. این سرایان در کل موجودات، این رو دقت بفرمایید، بحث شده هزار ساله، دلایلش هم آوردن. این سرایان عامل قوام کل موجوداته، به والله قسم، چون میگم بحثش تمام دلایلش هم موجود، به والله قسم، اگر یک لحظه خدا اراده کنه وجود نوری سرایانی ابی عبدالله رو از عالم بگیره، کل عالم در هم میریزه. قوام از بین میره. نه من میفهمم نه شما، یکیمون نمیفهمیم که خدا با ما چه کرد، نمیفهمیم ما رو کجا قرار داد، نمیفهمیم ما رو با کی آشنا کرد. خب اصل بحث ما درباره گریه بود. ما میخواستیم از قرآن مجید ثابت کنیم این گریه‌ای که ما داریم و هیچ ملت دیگه ای نداره، ملت‌های دیگه گریه دارن به مرده‌هاشون، به مشکلات اقتصادیشون، به دعوای بین زن و شوهریشون، اونا هم گریه دارن. حتی اهل تسنن غیر عربستان گریه دارن. تنها ملتی که در کره زمین گریه ندارن وهابیت عربستانه که خوشتر از اونها در عالم موجودی نیست. چقدر خبیثن که خدا گریه رو به اونا نداده، به دیگران گریه طبیعی داده، ولی گریه طبیعی هیچ بهره قیامتی نداره. تشفی دل، جوونش مرده گریه میکنه راحت میشه، اما این گریه‌ای که گریه کل موجوداته، گریه همه انبیاءه، اینو به شما داده. چی شده به شما داده؟ ها، یه نفر چند هزار سال قبل از بعثت پیغمبر طبق آیات صریح قرآن به شما دعا کرده. به شما نه یعنی زن و مرد امروز که گریه کنن، به پدرانتون، به مادرانتون، همینجوری به نسل به نسل که برگردی دعا کرده نسلای آینده ما در شعاع این دعا وقتی بیان، یا حالا که اومدن داریم میبینیم. ما میخوایم بریم سراغ ریشه این گریه، که چرا ما راحت میتونیم گریه کنیم. این کار دعای یک انسان کامله که نه فقط گریه با دعای او نصیب ما شده، خیلی چیزا خدا به ما داده. به ناچار اومدیم سراغ آیات دعا. امروز یکی از آیات دعا رو میخوام بخونم، آیاتی که امر به دعا میکنه خوندم، آیاتی که دعا کنندگان رو میگه تقریبا اشاره کردم،
ولی این آیه که آیه هفتم سوره مؤمنه یه نکته بسیار جالبی داره که این نکته هم مربوط به دنیای ماست و هم مربوط به آخرت ما، و اون اینه: شمایی که میگم یعنی شما شیعه، چون قرآن اینجا محدود کرده مسئله رو، امت نمیگه، مسلمان هم نمیگه، فقط میگه مؤمنون. امام صادق میفرماد هر جا در قرآن کلمه مؤمنون شما هست. من یه ملاقاتی با سید حسن نصرالله داشتم در لبنان. یکی از مسائلی که ایشون برای من گفت این بود، گفت یکی از اهل تسنن که بسیار هم متعصب بود اهل لبنان، یه وقت اومد پیش من، دیدم یه شیعه نابی شده، گفتم کتابای ما رو خوندی؟ گفت نه. گفتم عالم شیعه با ما صحبت کرده؟ گفت نه. گفتم چی شد شیعه شدی؟ گفت به دلالت قرآن. من تعجب کردم، گفتم قرآن چجوری تو رو به تشیع کشونده؟ گفت این آیه: ان اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، در کینه و دشمنی نسبت به مردم مؤمن سخت تر از یهود در عالم وجود نداره. گفت من دیدم یهودی ها با ما عربا و با ما اهل تسنن انقدر کینه ندارن، با دولت همونم رابطه دارن، با ما هم به گوه خند دارن، به ما هم ویزا میدن بریم اسرائیل. دیدم کینه‌ای که در یهود اسرائیل نسبت به مردم ایرانه، نسبت به هیچ طایفه اینی، از اینجا فهمیدم مردم ایران مؤمنن و ما نیستیم. منم اومدم به خدا گفتم منم شیعه شدم. شما رو میگم این آیه هفتم سوره مؤمن در جزء 23 مربوط به شماست، اما یه نکته و اون اینه: تمام کارهای خوبی که مؤمن انجام میده شما انجام میده، این دوتا انعکاس داره طبق قرآن. حالا یه کار بسیار ارزشی گریه است، اینو فقط مثال میزنم. ما نمازم داریم، روزم داریم، حجابم داریم، کارهای ارزشی خیلی داریم. شما که گریه میکنید، خداوند متعال گریه شما رو، ناله شما رو، صدای شما رو، دور هم جمع شدن شما رو منعکس به فضای زندگی تمام ملائکه فقط حامل عرش و اطراف عرش میکنه، و وقتی کار شما اونجا منعکس میشه کل برای شما دعا میکنه. این دعا از دعاهای قطعی مستجابه. خب این یه انعکاس که از این آیه استفاده میشه، یه انعکاس کارتونم مال قیامتی، اونم در آیه 30 سوره آل عمران.
آیه رو عنایت کنید، چقدر با محبت حرف زده، چقدر زیباست. یوم به به قرآن با کسی با شک و شبه امرو بیرون نره از این جلسه با شبه در آیات قرآن ممنوعه با شک در آیات قرآن نشانه کفره با با یقین مطلب رو بگیرید، یقین 100%. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر، تمام کارای خیری که میکنید قیامت جلو چشمتون عین اون کارو حاضر میبینه. دیگه این که برامون بگن ما قیامت اعلام بکنیم خدایا ما گریه کردیم، ما ناله زدیم، ما نماز خوندیم، ما تو جلسه ابی عبدالله اومدیم، اصلا نیازی نداره ما قیامت این حرفا رو بزنیم، ما رو قیامت نمیبرن این حرفا رو بزنیم. خود پروردگار میگه روز قیامت روزیست که تجد و کل نفس ما عملت من خیرن محضر. این یعنی چی؟ یعنی قیامت همه ما رو با پیرنسی ها و با گریه نشون خودمون میدن؟ نه، یعنی این جلسه رو قیامت میذارن تو محشر میگن ببین، نه ما دوتا نیستیم که، ما یه نفر. قیامت یکی من یکی خودم روبروی من، نه این عمل رو حاضر میبینید. چگونه کل ما، این آیه 25 سوره بقره است، کل ما رزقو منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. شما قیامت این گریتونو به صورت بهشت و رحمت خدا میبینید، تا بهشتو میبینید میگید عجب، این یه بار دیگه هم تو دنیا روزی ما شد این بهشت، ولی تو دنیا به صورت عشق و گریه روزی ما شد. این مثل قرآن، ما افراطی حرف نمیزنیم، ائمه افراط رو ممنوع کرد، تفریطی هم نیست، حق میگیم، با قرآن هم میگیم. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر. اینجوری قیامت دیگرتون دارم بگم صبر کنید ملائکه آثار عملتون رو برن حالا پیدا کنن بیارن براتون، تا قبر در اومدین کل عمل خیرتون پیشتون حاضر. خب با این جریانات گسترده هستی و این میلیاردها چرخ، عمل ما گم نمیشه؟ نه. کم نمیشه؟ نه. چرا؟ اما کم نمیشه. سوره مبارکه حجرات صریحاً میگه لا یلدکم من اعمالکم شیئا، ابداً اعمالی که انجام دادید کم نمیشه.
سوره نور میگه فیزیدهم من فضله، سوره شورا میگه که من کان یرید و هر سال آخره نزد لهو فی حرسه، باغبان عملتون، بعد عملتون خودمم که اینو اضافه میکنم، زامن حفظ عملتونم خودمم. ما تقدمو لانفسکم من خیرن، بانگ عملتون شخص خود من خدا، بانگتون ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، بانگتون منم، کشاورزتونم منم، نمیذارم گم بشه، نمیذارم کم بشه، اضافه میکنم، خزانه حفظم خودمم. از قبر که در اومدید هر چی پیش من دارین در جا بهتون میدم. خدایا مهما پیش تو چقدر میارزی، خیلی برای ما داری کار میکنه، خیلی حافظ و نگهبان و خزانه دار و کشاورز و اضافه کننده و نظرم گم بشه و نظرم کم بشه، چی کار داری میکنی؟ حقتونه، هر کاری براتون میکنم به خاطر اهل بیت. این حرف کجاست؟ اینم در قرآن، در ذیل آیه مودت، روایت هم نیست، ذیل آیه مودت صریح، هر کاری برای اهل بیت بکنید فهو لکم، سودش مال خودت. من به خاطر اونا اینقدر خاطرتون رو میخوام، آیرم بخونم و پرونده این بحث رو دیگه بکشم رو دعای اون مرد. الذین بحبه، آدم از این قرآن مست میکنه، این قرآن شراب طهور خداست، ساقی این شراب خودشه، کامی که این شراب رو توش میریزه کام غلامان حلقه به گوش اهل بیته. این شراب به درد کام دیگه این نمیخواد، فقط تو دهنهای پاک میره، تو قلبای پاک میره. قلبی که ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه میخواد نوش جون، ما ساقیمون نه عمر نه ابوبکر نه عثمان و نه معاویه، ما ساقیمون شخص خداست. سقاهم، سوره انسان آیه 20، سقاهم ربهم شرابا طهورا، ساقیتون خودم. اینا حاله بذاریم پرده بره کنار، حالا فقط خبراشو بشنویم، پرده بره کنار. سقاهم ربهم شرابا طهورا الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به. این مال حقیقت ملائکه عرش. و اما گریه شما، نماز شما، کار خوب شما طبق این آیه در جا وقتی دارین انجام میدین منعکس میشه
به عرش، نه به آسمون اول. آسمون اول لیاقت اینو نداره که کار شما رو به اونجا منعکس بکنن، باید بره بالا، چون کار خیلی بالاست، باید بره 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 تا به ملائکه ی عرش برسه. و یستغفرون للذین آمنوا، تمام ملائکه ی عرش من یک پارچه و اطراف عرش میگن خدایا برای اینا ما که دعامون مستجابه آمرزش. چون اگه یه دونه گناه تو پرونده ما بمونه گیر بهمون میده. و یستغفرون للذین آمنوا، شما مؤمن هستید؟ بله، گریتون علامت ایمانتون. ربنا وسعت كل شيء رحمة و علما، خدایا ما از تو مغفرت میخوایم، نه فقط برای اینا، ما مغفرت تو رو محدود به اینا نمیکنیم. یه عده‌ای هم تو ران با توبه خودشونو به اینا میرسونن. یزیدی بودن حسینی میشن، معاویه‌ای بودن علوی میشن. فرهنگ اسرائیل و امریکا تو زندگیشون بود، دارن توبه میکنن میان به طرف فرهنگ اهل بیت. وغفر للذین تابو، خدای اونایی هم که توبه میکنن به اینا وصل میشن، اونا رم بیامرز. و تبع او سبیلک، بعد توبه میفتن تو راه تو. خدایا اون اولی ها که براشون مغفرت خواستیم که اهل دوزخ نیستن، لذا ما حتی نخواستیم اینا رو جهنم نبر، اما اینایی که توبه کردن، اینا اول خودشون رو جهنمی کردن. وغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. این دعا در حد هور مستجاب شد، این دعای دوم. ملو دعای اول که درباره حبیب و بریر و زهیر بود، اسم جهنم توش نیست. وغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک و بهم عذاب الجحیم. خدای یه درخواست دیگه در حد اینا داریم. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اینا رو ببر بهش، تنها نبرشون. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، اینا رو قیامت گرفتار فراغ بچه هاشون نکن، اولاداشون هم باهاشون ده. اگه دعا در حق بچه هامون مستجاب نبود که بچه هامون بابا نمی اومدن اینجا، گریه نمی کرد. دعا خوب گریه، یه عمل خیر گریه است، کل عمل نیست، یک عمل خیر گریه است. کنار گریه بر ابی عبدالله، زنان ما حجاب باید داشته باشن، عفت باید داشته باشن، دامن پاک باید داشته باشن، مردان ما باید و زنان ما اهل نماز باشن، اهل لقمه حرام نباشن. اونا ممکنه بگین خب آدمو میبره بهش دیگه، چه نیازی به گریه است؟
شما با نماز و حجاب و زکات و خمس و مال حلال تو آپارتمان بهشت میبرنتون، گریه رو که اضافه میکنین تو قصر بهشت میبرن. فرق میکنه، گریه کنا در بهشت جای خاص دارن. کجاست جاشون؟ همون جایی که اهل بیت. از کجا میگی شما این حرفو؟ از کجا؟ از یه آیه قرآن و یه روایت. اما آیه در سوره نساء، من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اما روایت به ابراهیم مخارقی امام صادق فرمود شما تکونو معنا فر رفیق الاعلا، بهشت شما با بهشت ما جدا نیست، جای شما با جای ما جدا نیست، شما تحمل فراد شما رو ندارید، خدا قیامت شما رو باید بده دست خود ما. نمیدونم چه خبر. نمیدونم چه خبر. این از روایات بسیار شگفت ماست در تفسیر قرآن و در بهار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه جلد هفتم آخرای صفحه 335 و جاهای دیگه نقل شده. پیغمبر می‌فرماید وقتی که قیامت برپا میشه عقوبو، من با اجازه پروردگار وای میستم، اصنی علی الله ثناء لم یسمع علیه احد من قبل، از خدا تعریفی میکنم که قبل از من در عالم کسی اینجوری خدا رو تعریف نکرده. ثم اصنی علی الملائکه المقربین، ثنای ملائکه مقرب رو میگم. ثم اصنی علی الانبیاء والمرسلین، ثم اصنی علی الامم الصالحین، ثنای انبیاء رو میگم، ثنای ملت‌های پاک و شایسته رو هم میگم. ثم اجلسو، بعد میشینم. فیثنی الله علی، خدا شروع میکنه از من تعریف کردم که صدای خدا رو همه میشنون. ملائکه شروع میکنن از من تعریف کردم، انبیا شروع میکنن از من تعریف کردم، رسولان شروع میکننم من تعریف کردم. ثم یونادی مناد من بطنان العرش، از دل عرش خدا یکی فریاد میزنه یا معشر الخلائق غضوا ابصارکم، محرم نامحرمی رو تا قیامت هم کشیده با خانوما جوونا، تمام خلائق چشمتونو فرو ببندید. چرا؟ حتی تمر ربین تو حبیب الله فاطمه میخواد وارد محشر. Oh, my God.
فمر فاطمه بنتی، دخترم حرکت میکنه. دو پارچه سر تا سری سبز از پارچه های بهشت بر او پوشانده شده و کنارش 70,000 حوریه بهشت او رو محاصره کردن. آی فدات بشم، فدای خودت نه، فدای قنبر غلامتون بشم. تو قیامت 70,000 نفر بدرقت میکنن، اما از در خونه تا مسجد 2 نفر بدرقت. نمیتونستن کمکت بدن بچه سینت که مجروب احلوت که شکسته چجوری رفتی تا مسته حسین جا به یه نقطه میرسه، اینا رو پیغمبر داره میگه فعضا بلغت الاباب قصبه ها، به یه نقطه میرسه کنار بیش وجدت الحسن قائما، که سر اولشو میبینه ایستاده ولی حسین قائمن، حسینش هم میبینه اما سر نداره، ولی حسین مکتوب تقول للحسن به جیگر گوشش امام مجتبی میگه من حاضر این بدن سربوری کیه حسن؟